برنامه خداوند بزرگ و بخشاینده. سلام، بعد از ظهر تمامی شما عزیزان دل بخیر. انشالله همتون جور صحت و سلامت باشین هر کجایی که زندگی میکنین، در داخل افغانستان و یا بیرون از مرزهای افغانستان. همتون شاد باشین، صحت و سلامت باشین. آرزوی صحتمندی همتون دارم. و امروز که ویروس کرونا هم به اوج خود رسیده و تلفاتش هم زیاد است و امراض گوناگونی که هم است، خدا کنه که در حفظ و پناه خداوند باشین و به دور از این امراض باشین. امروز هم در برنامه رسم زندگی با شما خوبان هستیم تا ساعت 2 مهمان خانه های شما. و سپاس فراوان میکنم از این که با چشمان زیبایتان در کنار تلویزیون های قشنگتان نشسته و بیننده برنامه رسم زندگی هستین. با شما هستیم و امروز هم روی موضوعی که قرار است صحبت داشته باشیم، افزایش بیکاری جوانان و عواقب بد آن بالای کشور، موضوع برنامه امروزی هست. شما میتونید تماس داشته باشید. 0220-2290-93 شماره تماس برنامه هست. و همچنان مهمانی که امروز در برنامه داریم، زلمه فقیری استاد دانشگاه با ما میباشن و صحبت های با ایشان میداشته باشیم. شما هم میتونید که تماس داشته باشین و همچنان سهم بگیریم به برنامه تان. و فعلا هم که پکیج معلوماتی ها آماده نشست، با هم یه جا تماشا میکنیم. در ادامه همراهی شما را میخواییم. اختلال شخصیت دوری‌گزینی. افراد با اختلال شخصیت دوری‌گزین نسبت به مورد توجه قرار نگرفتن حساس هستند و نمیخواهند از طرف دیگران طرد شوند و دوست دارند در جمع‌ها مرکز توجه باشند. این افراد معمولاً دچار بیماری اضطراب و افسردگی هم هستند و قبل از هر ارتباط از خود میپرسند که آیا پذیرفته خواهم شد؟ این افراد دچار وسواس فکری و عملی نیز هستند و به دلیل اضطراب زیاد با افرادی که از آنها انتقاد میکنند قطع رابطه مینمایند، چون به اندازه کافی والد سرزنشگر فعال در فکر آنها، خودشان آنها را به باد انتقاد میگیرد. فقدان اعتماد به نفس، عدم اطمینان و دست کم گرفتن خود، لحن متواضعانه، ترس از انتقاد و طرد شدن در رفتار و روابطشان مشخص است و معمولاً مشاغل حاشیه‌ای را انتخاب کرده سالهای سال بدون پیشرفت و موفقیت به کار خود ادامه می دهند. این بیماران زمان روابط اجتماعی با کس برقرار می کنند که تضمین قوی از بابت پذیرش بدون انتقاد به آنها داده شود. به طور کلی این بیماران ترسو هستند، دوستان کمی دارند و در همین ارتباطات ناچیز هم عمیق نمی شوند و از صمیمی شدن می ترسند. این افراد وقتی در موقعیت های اجتماعی واقع می شوند از صحبت کردن می ترسند، زیرا از اینکه حرف اشتباه بزنند صورتشان از کمرویی سرخ شود و لکنت بیفتند و کلن از خجالت زدگی بیم دارند. فرد مبتلا همچنان ممکن است زمان زیادی را با اضطراب در رفتار اطرافیانش به دنبال نشانه های تایید یا پذیرفته نشدن بگردد. چنین افراد خودشان می دانند که در موقعیت های اجتماعی راحت نیستند و از لحاظ اجتماعی احساس بی‌عرضگی می‌کنند. اما علی‌رغم آگاهی بر این قضیه، باز هم اگر کسی در مورد خجالتی بودن یا دست و پاچگیشان چیز بگوید و یا به شوخی سر به سرشان بگذارد، حرفش را بلافاصله مثل انتقاد یا نشانه مبنی بر عدم پذیرش فرض خواهد کرد. با شما هستم در برنامه رسم زندگی. در برنامه خودتان شما هم میتونین بینده برنامه تا پایان برنامه باشین و همچنان تماس هم داشته باشین. فعلا هم که مهمان برنامه ما با ما هستن تا برنامه را آغاز کنیم و به برنامه خوش آمدید میگیم. شان سلام، وقتتان بخیر، خوب هستین؟ سلام به شما گوینده موفق تلویزیون جهانی خورشید. بعد از ظهرتون بخیر و بعد از ظهر دوستان نهایت عزیز بخیر که بیننده برنامه ما شماست. بخیر، سلامت باشین، خیلی خوش آمدین. صد خوب میشه که در نخست از شما یک مقدمه داشته باشیم در مورد بیکاری و عواقب بد آن بالای کشور و جامعه ما. زنده باشین، تشکر بسیار زیاد. سلامت باشین. موضوعی که بسیار مهم اساس در شرایط فعلی که متاسفانه روز به روز جوانان ما، مردم ما با این کلمه دست و پنجه نرم میکنن. دقیقاً میتونیم بگیم بیکاری حالتی است که افرادی که دارای توان
قدرت و استعداد کاری هستند، اینها در جستجوی کار هستند و نمیتونن که با مسلک و کار که اینها تقاضامند هستند به او برسند، پس اینها میتونیم بگیم که به جمع بیکار حساب میشوند. یعنی استعداد که اینها دارن، قدرت که اینها دارن، میشه که از این قدرت، از این استعداد، از این توان، از این نیرو استفاده شوند. اما از این که اینها در جستجوی کار هستن و نمیتونن که به مو مسلک که میخواین، به مو وظیفه که میخواین او را به او برسن، پس میتونه که بگیم اونها بیکار حساب میشن. که در افغانستان متاسفانه که بیشتر میتونه بگیم که بیشتر از 500,000، یعنی بیشتر 50% مردم افغانستان با این کلمه بیکاری دست و پنجه نرم میکنن، که بیشتر از 9,000,000 از یارا باز میتونیم بگیم که جوانان تشکیل میدن. جوانانی که میتونیم بگیم از ستون فقرات یک کشور هستند. یعنی به این معنی که اگر از اینها استفاده شوه، میتونیم بگیم که یک کشور میتونه که به طرف بهبودی و پیشرفت ساخت بدن. دقیقاً. خب استاد، روی از این موضوع هم صحبت می‌داشته باشیم. سروی که در سال 2016 تحقیقاتی که شد و سروی که انجام شد، 40% از افراد بودند که بیکار بودند و فعلا هم که روز به روز افزایش یافته و فعلا که 9,000,000 نفر بیکار هست. چرا، دلیل این چی بوده میتونه؟ اگر باز فعلا یا امروز با گذشته ما مقایسه کنیم، با 10 سال قبل یا 20 سال قبل، میتونیم بگیم که قبل یعنی خوبتر بوده، یعنی گذشته ها خوبتر بوده. چون هر روزی که میگذره متاسفانه، هر روزی که ما به پیش میریم، کلمه بیکاری بیشتر میشه. قسمت گفتین 40% بود در سال 2016، اما متاسفانه که در سال 2021 از 50% هم میتونیم بگیم که بیکاری افزایش پیدا کرده. و دلیلی از این است که از امو چیزهایی که در افغانستان، از امو ذخایری که ما داریم، از امو زراعتی که ما داریم، از اون معادنی که ما داریم، از او استفاده صورت نمیگیره و یا دولت ما توجه خاصی به می بیکاری نداره. خب استاد، یک دلیلی که این 9,000,000 فقط افرادی هستند که واجد شرایط کار هستند، اینا بیکار هستند، ای که بقیه که چقدر میتونیم بیسوادی بگوییم و یا عوامل دیگه که هست، اینا که بیکار هستند، یعنی بیش از 9,000,000 هست نفرهایی که بیکار هستند و ضرورت به کار دارند. دولت چقدر باید بر از اینا توجه داشته باشه و چی کارهایی تا امروز برشان انجام دادن؟ فیصدی رو که ما گفتیم بیشتر از 9,000,000 میتونیم میره تخمین بزنیم به اشخاصی که یعنی اونا تحصیل کرده هستن، درس خواندن، به مو رشته مورد علاقه شان که اینها میخواستن در بیرون از کشور تا اینا تحصیل کردن. حتی میتونیم بگیم که جایداد خود سودا کردن، رفتن درس خواندن، تحصیل کردن، پول مصرف کردن، اما در اینجا از اینا استفاده صورت نمیگیره. چرا استفاده صورت نمیگیره؟ به خاطر از اینکه میتونیم بگیم که یک مثال اگر بتیم، در دولت ما در دفاتر دولتی که میریم میبینیم که قشر کهنسال ما، یعنی اشخاص پیر که بیشتر از 50 سال دارن، مصروف وظیفه هستن، اونجا وظیفه اجرا میکنن. پس میتونیم که بگویم که در اینجا باید از جوان ها استفاده شود. چرا استفاده نمیشه؟ به خاطر از این میتونیم بگویم که چندین موارد است که از جوان دیگه استفاده نمیشه. شاید یک موارد از این موضوع واسطه باشه، شاید یک موضوع از این موضوع پول باشه، که یک کسی هست که تحصیل میکنه اما نداره پول که اینها سای وظیفه شوند، یا واسطه ندارن که سای وظیفه شوند. پس این اشخاص سیویشان در دستشان است، اسنادشان در دستشان، گرد پشت دروازه ها میگردن تا یا سای وظیفه شوند. سای وظیفه چی میگیم؟ که تا صدا یا شنیده نمیشه و از پشت دروازه اینا میتونیم بگیم پاسخ رد برشان داده میشه. و این همی جوانایی که مثلا میتونیم بگیم که ما حتی خودم میشناسم که بیرون از کشور در هندوستان، در کشورهای بیرون تحصیل کردن، فعلا آمدن، متاسفانه که خوب بیکار هستن، خوب استعداد عالی دارن، میشه که از هر نظر از استفاده شون. متاسفانه اینها در سر کار چی هستن و مصروف کارهای شاق هستن. خب استاد، روی دلیل این موضوع هم صحبت میداشته باشیم. فعلا هم یک میان برنامه خیلی کوتاه در ادامه همراه شما را خواهان هستیم.
شما رو دوباره خوش آمدید میگیم. ادامه برنامه رسم زندگی هست و با شما هستیم تا پایان برنامه همراهی شما را میخواییم. خب استاد، ادامه صحبت های شما را میداشته باشیم. در مورد این گفتین که از جوانان استفاده درست صورت نمیگیرد تا اینکه سروظیفه شون و از فقر و بیکاری بدور شون. خب اگر که به اساس این بگویم که افغانستان از لحاظ ساختار میتونه دومین کشور جهان باشه که یعنی جوان هستن از لحاظ سنی، و عوامل عمده و اساسی این چی هست که جوانانش هنوز بیکار است و تعداد بیکارایش هم بسیار زیاد است؟ موضوع خیلی مهمه گفتین. افغانستان کشوری است که بیشترین قشر جوان داره و از هر قشر از این میتونه که به خاطر بهبودی کشور یا افغانستان ما استفاده کنیم. ده. اما متاسفانه سال 2016 را مثال دادین، همچنان سال 2015 که متاسفانه میتونیم بگیم که بیشترین قشر جوان خود ما از دست دادیم. ده. چه قسم از دست دادیم؟ در اون شرایط متاسفانه که وضعیت امنیتی همچنان بدتر بود، که سقوط چندین ولایت ها را داشتیم، ولسوالی ها را داشتیم، که جوانان ما تصمیم به این گرفتن که دیدن که یعنی بیکار هستند، نمیتونن که شغل پیدا کنن، صاحب مسلک شوند. اینها بیشترینشان حتی تحصیل کرده بودن که افغانستان را ترک کردن. که میتونیم بگیم که بیشترین چندین میلیون جوان افغانستان را ترک کردن و راهی کشورهای اروپایی شدن، و بیشترین اینها متاسفانه که غرق شدن و جانهای خود از دست دادن. و فعلا که ما قشر جوان خود داریم، از اینها همچنان استفاده صورت نمیگیره. اگر از اینها استفاده صورت بگیرد، شما باور کنید که این حالت که فعلا در اینجا داریم، در این حالت ما نمی باشیم. چرا؟ کشورهای همسایه پیشرفت کرده است. خب عوامل عمده و اساسیش چی هست؟ چرا از جوان استفاده صورت نمیگیره؟ میتونیم عوامل چندین عوامل داشته باشه. یک عواملی میتونیم بگیم که جنگ است، که متاسفانه فرصت کاری تا نیست. یک عواملش میتونیم بگیم که مرض کرونا است، که این باعث شده که جوان ها بیکار بشن. همچنان میتونیم بگیم که در دفاتر نشنیدن صداهای جوان ها. خب استاد، در مورد ویروس کرونا گفتین، ویروس کرونا در این سالهای اخیر است که به وجود آمده و هست، اما از سال 2014 صحبت کردیم که تا اکنون بیکاری روز به روز افزایش یافته و کم نشده، کاهش نیافته. قبلا هم ذکر کردیم که دو چیز میتونه که منبع ازی باشه که از جوان استفاده صورت نمیگیره. یکی است که اینها شناخت ندارن، ارتباط ندارن، چون متاسفانه در افغانستان کشوری است که همه چیز مبنی بر یک رابطه هست. اگر ارتباط داشته باشن در یک ارگان حکومتی، اینها میتونه که به زودترین فرصت صاحب وظیفه شوند. و عوامل دوم ازی که است، متاسفانه که میتونیم بگیم که کشور ما تا فعلا طرف ویرانی کشانیده، او مسئله رشوت است، پول است. اگر یک جوان تحصیل میکنه، مجموع میتونیم بگویم که فسادی داری. بله، فسادی داری است، که اگر تحصیل میکنه زحمت میکشه، خدا به اون مسلکی، هر مسلکی که یست، یعنی خدا به اون میرسانه، عیار میکنه، آماده میکنه، و قدرت کاری رو داره، اما این موضوع فسادی داری باعث میشه که اینها همچنان نتونه که صاحب وظیفه شوند. این دو مورد خیلی مورد یعنی جدی است که باید حکومت در این مورد کار کنه، توجه خاص داشته باشه، که یعنی بتونه که همین دو مورد ما شکست بتیم تا که از جوان ها استفاده شوند. چرا؟ به خاطر که از اندیشه ها و مفکوره هایی که جوانان داره، این مفکوره ها میتونه که برای پیشرفت و ترقی کشور ما میتونه خیلی مفید و سودمند باشه. ما نظریات سابقه داریم، مثلا اشخاص کهنسال داریم، اشخاص کهنسالش فکر و تفکرش با قشر جوان ما خیلی متفاوت است. چرا؟ به خاطر که هر روزی که میگذره یک پیشرفت و ترقی به وجود میاد. پس اینجا از این تفکر و فکر و اندیشه های کنه، اگر ما استفاده کنیم، بازم شاید ما به عقب برگردیم. پس اگر ما بخوایم که به پیش بریم، به پیروزی بریم،
همه چیز یعنی از این بدبختی هایی که ما در افغانستان داریم، از این اگر بخوایم که نجات پیدا کنیم، باید ما کوشش کنیم که جوانان سر کار داشته باشیم. و بازم میریم، بازم طرف حکومت صدا میزنیم که کوشش کنن که توجه خاص به جوانان داشته باشن. اگر همه قسم بی توجهی داشته باشه، ادامه پیدا کنن قسمی که هست، اگر این ادامه پیدا کنن، شما باور کنید که عواقب خیلی بد شاید داشته باشه. شاید ما معتادین ما زیاد شوه، یعنی به چی حساب زیاد شوه که قشر جوان ما از این که بیکار باشن، اینها حتما میرن به یک طرف دیگر. دقیقا. و شاید اینها به مشکلات روانی مواجه شوند، چون اینها همیشه بیکار در خانه، بیکار در بیرون میبره بیکار. پس همی است که بالای روح و روان تاثیر منفی میگذاره. پس که تاثیر منفی بالای جوان گذاشت، بالای خانوادش میگذاره، بالای اطفالش میگذاره، حتی بالای محیط میگذاره. پس به این خاطر باید ما کوشش دولت داری باشه که از نیروی جوان استفاده کنم تا که ما بتونیم که یک افغانستان مدرن پیشرفته و مترقی داشته باشیم. خب میشه که در مورد رای حلش هم صحبتایی داشته باشیم. چی رای وجود داره تا جوانان از این بیکاری نجات بیابن؟ رای حل میتونیم بگیم که ما قسمی که شما ذکر کردین، افغانستان یک کشور صنعتی با ذخایر زیاد، میتونیم بگیم که زراعت مدرن، اگر ما همین زراعتی که داریم به شکل مدرن پیشرفته ساخته شود، چقدر جوانان ما به کار، یعنی میتونن که کار پیدا کنن، مصروف کار شوند. یا مثلا از ذخایری که ما داریم، اگر این ذخایر فعال شود، میتونیم بگیم که شاید میلیون ها جوانان شاید بتونه که در سراسر افغانستان مصروف کار شوند. در اینجا توجه دولت خیلی مهم است. و همچنان میتونیم بگیم به اشخاصی که سرمایه دار و پولدار هستند، اینها میتونن که فابریکه ها را تاسیس کنند، نهاد ها را تاسیس کنند، مرکز آموزشی را تاسیس کنند که در این مکان ها بتونه جوانایی که تحصیل کرده جذب شوند و بتونن که صاحب کار شوند، تا که اینمی بدبختی که جریان داره بتونیم از این کاهش پیدا کنند و جوانان ما از این مشکلاتی که در محیط دارند، در خانواده دارند، بتونیم که از این مشکلات هم اونا بیرون شوند. چرا؟ به خاطر از این که میتونیم بگیم که فعلا هر روزی که میگذره جرم و جنایت رو به افزایش است. چرا؟ به خاطر از این که دلیل عمده از این بیکاری است. یک جوانی که کار پیدا نمیکنه، در جیبش پول نباشه، پس از کجا کنه پول؟ از کجا کنه که نان بخره، به خانه ببره؟ این مجبور میشه که رای مرا بگیره، تلفن مرا بزنه و بره به خانه پول ببره. دقیقا. پس یکی از عوامل از این بیکاری است، که یعنی یکی از عواملی را گفتیم. میتونیم بگیم که چندین دیگر عوامل داره که باعث میشه که وقت داره میشه که روی همه عواملی که هست صحبتایی داشته باشیم. دقیقا. پس یکی از عوامل بود که جوانان دست به این کار میزنن. و میتونیم بگیم که دیگر عواملی از این است که جوان، وقتی که جوان کار پیدا نمیکنه، صاحب وظیفه نمیشه، این در خانه میره دست به خشونت میزنه، یا اطفال خود علت کو، یا خانم خود علت کو، یا مثلا در خانه مثلا میگه سودا بیار، وقتی که جوان در جیبش پول نمی باشه، رفتار نامناسب می داشته باشه. و در بیرون، در محیط دست به یعنی کارهای اشتباه میزنه، که میتونیم بگیم که از این کارها مردم آزاری است، خیابان آزاری است، که این کارها افزایش پیدا میکنه. به خاطر چی افزایش پیدا میکنه؟ به خاطر از این گفتیم باز هم عواملش چی است؟ بیکاری است. و میتونیم بگیم یک موضوع مهمی که اگر چنین باشه، شما باور کنید که ما چند روز پیش سر زدیم به ریاست پاسپورت که ما دوج داخل فکر کنیم اینجا یک محفل عروسی شاید باشه، قدر یعنی اشخاص فریمون در اونجا، یعنی وقتی که آدم میبینه وقت رنج میبره که چرا ما این سرمایه های گرانبها ها میتونیم بگیم ارزشمند خود ما از دست میدیم. به خاطر چی؟ یعنی چون اصلا تحصیل کرده هستن، اینقدر وقت خود صرف از این کردن که تحصیل کردن، درس خواندن و زحمت کشیدن، و
چالش هایی که پیش رویشان بوده پشت سر گذاشتندن تا اینکه به یک جای برسن و بعد از اینکه دانشگاه و همه مسائل تمام میشه دچار بیکاری میشن. دولت چقدر تانسته تا به امروز براشان کار ایجاد کنه و چقدر توجه به این زمینه داشته؟ تانوز که میبینیم اونقدر پیشرفت صورت نگرفته در این زمینه که دولت بتانه که کتلی بزرگی از جوان مصروف شغل یا وظیفه داشته باشه. اما امیدوار هستیم که در آینده ها بقیه بر نگردیم، بتانیم که این موضوع بیکاری کاهش پیدا کنه، افزایش پیدا نکنه. چون وقتی که ما اگر وقتی که سر میزنیم به سالهای گذشته، شما باور کنین که خیلی به مراتب خوبتر بود. بله. اما روز به روز توجه دولت کمتر میشه. شما باور کن در هر گوشه از کابل که میریم جوانان چی از طبقه اونا سزکور متاسفانه اینها معتاد هستن و به مواد و نشاورد دست رو آوردن و وقتی که طرف از اون میبینیم وقت خیلی جگر خونه. شما باور کن تحصیل کرده ها در بین اونا هستن. بله. تحصیل کرده های که شاید حتی مستر باشن در بین اونو هستن. چرا؟ به خاطر که وقتی که یعنی میتونیم به صورت اون بگیم بیکاری میتونه که به هر سو یک جوان سخت بوده. دقیقا به هر سو، یعنی هدف می است که به طرف منفی بس. که ای باعث میشه که کشور ما، افغانستان ما از این بدبختی هایی که داریم نجات پیدا نکنه و اینمی افزایش پیدا کنه. خب استاد، امی عوامل را که شما گفتین و ای که در مورد از این صحبت کردیم که بیکاری میتونه چقدر عواقب بده بر جوانا داشته باشه، چقدر میتونه که بالای روح روانشون اینا تاثیر منفی داشته باشه، کوتاه جواب بدین. قبلا هم از صحبت های خود اشاره کردم که بیکاری رابطه مستقیم و عمیق میتونه بالای روح و روان جوان داشته باشه که روح و روان جوان نارام می باشه. ای به هر موضوعات یعنی که منفی هست فکر میکنه، پس اینمی باعث میشه که در خانه رفتار خوب نداشته باشه با فامیل خود، با اطفال خود و از امو معیشت زندگی، امو امکانات زندگی که از او استفاده کرده نتانه. دقیقا. و طرف یکی دیگر که میبینه اطفالش خودش از این رنج میبرن. بله. و این باعث میشه که حتی در محیطم رفتار خوب با مردم و همسایه ها و دوستای خود نداشته باشه. سلامت، تشکر از شما. سپاس فراوان هستین که تا این دقایق با ما بودین و بیننده برنامه خودتان بودین. تا دیدار بعد، برنامه بعد، خدا نگهدار همتان. بقیه روز بر همتان خوش.